خیلی خوش اومدی به یک آموزش رایگان دیگه با من. توی این آموزش میخوام این نقاش چشم رو صرف تا سرش رو با توضیحات کامل برات توضیح بدم و بهت یاد بدم. اگر که تازه با نقاشی دیجیتال آشنا شدی و قلم نداری، اصلا ایرادی نداره، چون این آموزش انقدر ساده هستش که بدون قلم هم بتونی شروع کنی و نقاشی دیجیتال رو امتحان کنی. امیدوارم تونسته باشم کمکتون کنم توی این آموزش نقاشی دیجیتال رئال رو امتحان کنی و ببینی بهش علاقه داری یا نه. قبل از اینکه بریم سراغ نقاشی چند نکته میخوام بهتون بگم. اول اینکه قبل از دیدن این ویدیو حتما باید آموزش رایگان کار با نرم افزار رو دیده باشی تا بلد باشی با نرم افزار کار کنی، چون من یه سری نکات تکراری رو توی ویدیو نگفتم و باید حتما آموزش رایگانه قبلی رو که داخل کانال یوتیوبم هست رو دیده باشی. میخوام بهتون بگم چرا من این دوره رو ضبط کردم و هدفم از ضبط این دوره چی بوده. هدف من از ضبط این دوره اینه که بهتون کمک کنم بدون هیچ هزینه‌ای بتونین علاقتون رو پیدا کنین، بدون اینکه بخواین هزینه کنین و دوره‌های مختلف رو تهیه کنین که ببینین آیا به این کار علاقه دارین یا نه، بدون هیچ هزینه کاملا رایگان بتونی نقاش دیجیتال رو امتحان کنی، ببینی چه حسی نسبت بهش داری و اگر حس خوب داشتی و دیدی که به این سبک نقاشی علاقه داری میتونی خیلی حرفه‌ای تر دنبالش کنی و من کمکت میکنم خیلی حرفه‌ای تر بتونی کار کنی. نکته بعدی اینه که من هایلایت استوری دور رایگان دارم که تا الان 3 هایلایت کامل پر شده از نقاشیایی که شما برای من بعد از دیدن دور رایگانو میفرستید. خیلی خوشحال میشم تو هم بعد از اینکه این نقاشی رو کشیدی نقاشی تو برای من بفرستی که هم استوریش کنم هم توی هایلایت سیو کنم و یه آلبوم پر از نقاشی از نقاشیای شما داشته باشم توی پیجم. همونطور که میدونی نرم افزاری که توی این دوره ازش استفاده میکنی نرم افزار اسکیچ بوکه. اگر گوشید اندروید، فایل نرم افزار رو داخل کانال دوره رایگانم که توی کپشن این ویدیو هم لینکش رو میذارم براتون میذارم که خیلی راحت از طریق کانال دانلودش کنی. اگر گوشید iOS فقط کافیه از طریق اپ استور نرم افزار رو دانلود کنی. فقط گوشی های iOS جدیدن یکم نرم افزار براشون آپدیت شده، ولی دمای کلی نرم افزار برای اندروید iOS یکیه. حالا من توی دور اصلیم برای گوشی iOS آپدیت جدید نرم افزار اسکیچ بوک رو هم آموزشش رو گذاشتم، ولی توی دور رایگان فقط یک دونه آموزش هستش، ولی چون کلیت نرم افزار یکیه خیلی فرق نمی کنه که شما iOS دارین یا اندروید دارین. فایل های عکس مربوط به نقاشی هم داخل همون کانال دور رایگانمون هستش و خیلی راحت میتونین از طریق کانال به فایل ها دسترسی داشته باشی. پیشنهاد میکنم کانالم رو سابسکرایب کنی، چون که من خیلی آموزش رایگان و آموزش های خیلی متفرقی فقط توی کانال یوتیوبم میذارم و توی پیج اینستاگرامم نمیذارم، به خاطر اینکه فقط افراد خاصی به این آموزش ها دسترسی داشته باشن و اگر تو هم میخوای جز اون افراد خاص باشی میتونی کانالم سابسکرایب کنی و اون زنگولش رو بزنی. سعی کردم نکته ها رو سریع بگم که حوصله‌تون سر نره، چون میدونم شما هم خیلی ذوق دارین که این نقاشی رو زودتر یاد بگیریم و منم کلی ذوق دارم که نقاشی های شما رو آخر این ویدیو ببینم. پس بزن بریم سراغ نقاشی. خیلی خوش اومدین به یه آموزش دیگه با من. توی این آموزش قراره چشم خیلی خیلی خوشگل و فانتزی بکشیم. امیدوارم که از نقاشی دیجیتالی لذت ببرین و نقاشی خوشگلتون رو برای من بفرستین تا منم از دیدن کارهای شما لذت ببرم. خب برای شروع این به اضافه این پایین رو میزنم، نیو اسکیچ رو میزنم و یه صفحه 500x500 باز میکنم. یه صفحه مربعی مثل حالت قبلی. اگر طراحیتون خوبه میتونید خودتون طراحی کنین و اگر طراحیتون خوب نیست میشه میتونید طرح اولیه که داخل کانال دور رایگان براتون گذاشتم و خیلی راحت دانلود کنین و وارد نرم افزار کنین. اگر هم دوست دارین یاد بگیرین که چجوری طرح اولیه رو از روی عکس کپی کنین، توی یوتیوب هم این آموزش رو دادم و میتونین آموزشش رو ببینین. این گزینه تب ابزار رو میزنم ایمپورت ایمیج و عکس طرح اولیه‌ام رو وارد میکنم، بزرگش میکنم. به نظرم الان سایزش خوبه، یکم جا داره بزرگتر بشه. خوبه. طرح اولیه‌مو تنظیم کردم با توجه به صفحه‌ام و
حالا میخوایم بریم که رنگگذاری جذابش رو انجام بدیم. بعد رنگگذاری وارد لایه ها میشم، به اضافه رو میزنم و شروع میکنم به گذاشتن رنگ آستری و رنگ اولیه کارمون. خب دوباره وارد کتابخونه رنگ ها میشیم، از عنبیه میخوام شروع کنم. رنگ از کتابخونه رنگ ها انتخاب میکنم که برای شما هم راحت تر باشه. یه رنگ خیلی تیره مثل این رنگ، قهوه‌ای خیلی تیره است، مشکی نیستش، انتخاب میکنم و شروع میکنم به رنگ گذاری. بچه موقع رنگ آستری فلوی برش ایبرشتون سد باشه. شروع میکنم به رنگ گذاری. توی دوره اصلی من هم کپی کردن طرح اولیه رو بهتون یاد دادم و هم طراحی چهره اصولی رو بهتون یاد دادم و این انتخاب شماست که کدوم راهو دوست دارین برین و به کدوم روش دوست دارین طرح اولیه رو انجام بدین. خب رنگش به نظر من خیلی تیره است، به درد این قسمت کارم میخوره. بقیه کارمو میخوام یه رنگ روشن‌تر بذارم. میخوام چشمم قهوه‌ای باشه، نمیخوام مشکی باشه. این رنگ رو انتخاب میکنم و اینجا میذارم. البته چشمم قهوه‌ای تیر است. توی دوره اصلی یه ترم کامل من آموزش طراحی دادم که شما بعد از دیدن این ترم میتونید از روی مدل زنده هم طراحی انجام بدید. ولی توی بقیه آموزش‌ها طرح اولیه رو کپی کردیم که کیفیت کارمون، خروجی کارمون بهتر بشه. ولی خب شما برای سفارش گرفتن مجبورین طرح اولیه رو کپی کنین، چون که رضایت مشتری رو داشته باشین و سرعت کارتون بیشتر باشه. ولی برای خودتون که نقاشی میکشین حتما طراحی خودتون انجام بدین که دستتون قوی بشه. به همین راحتی رنگگذاری اولیه رو انجام میدیم. خب بریم سراغ سفیدی چشم. برای سفیدی چشم وارد این کتابخونه رنگ میشم. یه رنگ این صورتی هم ببینم چه صورتی داریم. به نظرم یه سفید مایل به صورتی باشه خیلی خوشگل میشه، مثلا این. البته صورتی زیاده چطوره؟ این خوبه. برای اینکه راحت‌تر عنبیه رنگ گذاری کنم یک لایه باز میکنم، زیر لایه عنبیه‌ام میذارم و سفیدی چشم رنگ میکنم. اینطوری چون لایه سفیدی چشممون زیر عنبیه است باعث میشه که از نره تو قسمت رنگ عنبیه‌ام. به همین راحتی شما وقتی کار با نرم افزار بلد باشین کامل، خیلی نقاشی براتون راحت تر میشه. برای طراحی چهره حرفه‌ای هایپر رئال چهره شما باید یه سری چیزهای اضافه تر از چیزهایی که توی این دوره آموزش میدم و یاد داشته باشین، مثلا مثل محو کردن اصولی، یه سری اضافه کردن یه سری جزئیات و شناخت کامل آناتومی صورت که این همه رو توی دوره بهتون میگم. ولی این دوره میتونه بهتون کمک کنه تا حتی زیادی با نقاشی دیجیتال آشنا بشی، ببینی اصلا نقاشی دیجیتال رو دوست داری یا نه، چقدر بهش علاقه داری و چقدر میتونی ازش لذت میبری و دوست داری به عنوان حرفه تخصصیت انتخابش کنی و تخصص دنبالش کنی یا نه. خب
بعد از اینکه سفیدی چشمو کشیدم، لایه روی لایه عنبیه میزنم، گزینه مرج رو میزنم که یکی بشه لایه ها. خب حالا بریم آستری پوست رو وارد کنیم، بکشیم. برای آستری پوست یه رنگ صورتی ملیح میخوام، یه رنگ صورتی نارنجی مثلا. این رنگ چطوره؟ به نظر خودم خوبه. بریم باز برای این که از خط نزنیم بیرون، میتونیم یه لایه زیر لایه رنگ گذارتون انتخاب کنیم و خیلی راحت با یه سایز خیلی بزرگ اینطوری چپ راست چپ راست نقاشی رو بکشید، مثل باب راست که میکشید همین قدر راحت. هر چیزی رو وقتی یاد بگیری خیلی آسون میشه. ببین وقتی من یه سری تکنیک های دیجیتال رو بهت میگم چقدر کار باهاش برات راحت تر میشه، ولی اگر مثلا کار با لایه ها رو درست بلد نباشی قطعا کار برات خیلی سخت تر میشه. فلاش رو خیلی کم میکنم چون میخوام این قسمتش کم رنگ تر باشه، یه حالت محلی میخوام بهش بدم، چون توی این تکنیک نقاشی فانتزیمون ما خیلی از محکن استفاده نمی کنیم و همین با بازی با فلوی براش سعی میکنه اون محو کردنی که دلمون میخواد رو اجرا کنیم. خب این از این. خب حالا دوباره مثل دفعه قبل روی لایه بالایی میزنیم، گزینه مرج رو میزنیم تا یه دست بشه. میخوام این قسمت سفید چشم رو یکم مرتب تر کنم، بقیم رو زیاد میکنم، سایز همو کوچیک میکنم. خب حالا خط پلک بالا رو باید با یه رنگ تیره تیره براش بزنم. خب بریم رنگش رو انتخاب کنیم، مثلا یه رنگ این رنگی من تستش میکنم، اگه اوکی نبود تیره ترش میکنم، رنگ تیره تر انتخاب میکنم. برای خطوط باریک بعد از براش ای براش هم استفاده کنم، هارد ای براش، و سایزش رو کوچیک کنم، اپسیتیش هم زیاد کنم. میخوام که لایه نقاشیم خاموش کنم، یه به اضافه ایجاد کنم و روی لایه نقاشی میذارمش و میخوام جزئیاتش رو از روی طرح اولیه بکشم، چون نقاشی باعث میشه من یه سری خطوط رو نبینم حذفش میکنم. دقت میکنم توی لایه سفیدم باشم و خطوط اولیه رو اینطوری با توجه به خطوط طراحی راهنمامون میکشیم. بعد یکم باریک ترش میکنیم و اپاسیتیش را فلوشا یا اپاسیتیش رو پررنگ تر میکنیم و یک خط باریک تر این وسطش روی خط بلک ایجاد میکنیم. به این صورت. حالا دوباره اپاسیتی کارم پایین میارم، سایزم بزرگ میکنم، میخوام یه سایه ایجاد کنم اینطوری، چون که ما از محو کن
استفاده نمی کنیم توی نقاشی، داریم با سایه ها بازی می کنیم. دیگه یه قسمت دیگه هم تیره داریم. حالا همینطوری میکشیمش. سایز برش هم کوچیک کنم، این قسمت رو هم تیره کنیم. فلاش هم کم کردم. لایم رو چک میکنم، بله درسته. خب حالا یه رنگ دیگه میخوام بردارم، این رنگ فکر کنم خوب باشه، یا حتی این رنگ فکر کنم میارم پایین که رنگم خیلی پررنگ نباشه. به نظرم رنگش خوبه. جای سایه ایجاد میکنم با این رنگ خوش رنگم. مثل این انتخاب میکنم قسمتش رو، یکم تیره تر کنیم، یا مثلا میتونیم این رنگ رو انتخاب کنیم برای تیره کردن این گوشه چشم. سایزش رو بزرگ میکنم، فلش رو خیلی کم میکنم که یه سایه ایجاد کنم. از این رنگ اینجا برمیدارم، این قسمت روی این رنگایی که پررنگ کشیدم میکشم که یکم محو‌تر بشم برام. خب حالا به نظرم بیایم سایه پلک بالا رو ایجاد کنیم. خب من نقاشیم رو ظاهر میکنم، دوباره گزینه مرج رو میزنم، بعد نقاشیم یکی شد. اینجا دستم خط خورده بوده احتمالا، خطی اینجا افتاده. خب سایزمون رو بزرگ کنیم، خط رو از بین ببرم. با همون رنگ قهوه‌ایمون میخوام یک سایه تیره روی پلک بالا ایجاد کنم. سایزم بزرگتر میکنم. از رنگ سفید روی
وسط میذارم که یک نوری باشه، بعد از همون رنگ سفیدی چشممون آروم میکشم روی این رنگ ها که یکم مرزش مرد بشه. این طرف هم همین کار انجام میدم. سلید براشم بزرگ، فلوش کم و به این صورت سعی میکنم یکم کارم رو محتر کنم، خیلی نه یکم. دوباره از رنگ پررنگم برمیدارم و آروم اینجا میکشم. رنگ رو تو هم میارم که یه حالت محلی بتونم به دست بیارم. سایه عنبی هم رو سفیدی چشم میفته. وقت اینطوری با فلوی کم سایز بزرگ خیلی راحت سایه عنبی هم روی سفیدی چشم میکشم. حالا بریم سراغ یه رنگ خیلی خوش رنگ مثل این. تستش کنم، فکر کنم پررنگ تر باشه بهتره، ولی بذار اینو امتحان کنم. سایزشو بزرگ میکنم. به نظرم بچه خیلی خوش رنگه. اینطوری این قسمت پلکمو سایه میزنم، یکم این بالاها ایجاد میکنم، خیلی کم. اوپاسیتی براشم خیلی کمه. سایزم بزرگ میکنم و یکم کم میزنم از این رنگ. حالا یه رنگ روشن میخوام، مثل اینا خیلی روشن نیست، روشن تر، مثلا این یا حتی این صورتی بهتر. تستش کنم ببینم خوبه. نه این اونقدر که میخوام روشن نبود. اینو تست کنیم. به نظرم من که قشنگیه. و اینجا این قسمت پلکو یه نور میخوام بدم باهاش، چون میخوام نور بدم فلوی کارم رو یکم بیشتر میکنم. تقریبا زیاده فلوی کارم، 100 نیست ولی تقریبا زیاده. کم اینجا ضربه بزنیم دیگه میتونیم باش چیکار کنیم. قسمتم رنگ این قسمت رو برداریم، این قسمت رو یکم محترش کنیم. یکم هم سایزش رو کوچیک کنیم. این قسمت هم یکم پررنگ، یه خط پررنگ بکشم. فلو زیاد، سایز کوچیک، بازم کوچیک‌تر. خب بدین صورت با رنگ رو بازی میکنیم تا اون چیزی که میخواییم رو به دست بیاریم. فلاش رو کم میکنم، سایزش رو بزرگ میکنم و سعی میکنم اینجا رو یکم محتر کنم. یه رنگ صورتی مثلا این رنگ،
سایزم بزرگ میکنم و اینجا روی عنبیه میکشم. سایزم کوچیک میکنم. سایزم کوچیک میکنم. رنگمو مثلا این رنگو تست کنیم با فلویکم سایز کوچیک. دور این قسمت دایره شکل رو یه نوری میخوام بدم، اینو خیلی کم رنگ صورتی. بریم خط چشمش هم بکشیم. این لایه رو خاموش میکنم، به اضافه رو میزنم، رنگ مشکیم رو بر میدارم و اینطوری با فلوی 100 سایز اندازه خط چشم رو از روی طرح اولیه میکشم. جا داره یکم سایزم بزرگتر باشه، پس بزرگترش میکنم. مراقبم که دقیقا مطابقش بکشم. لایم رو چک میکنم و به این صورت. امیدوارم این دوره بچه ها یک دوره باشه براتون که زندگیتون تغییر میده، چون من خودم اولین دوره نقاش دیجیتال رو که دیدم زندگیم واقعا بعدمون تغییر کرد. فهمیدم چقدر نقاش دیجیتال رو دوست دارم، به عنوان تکنیک اصلیم انتخابش کردم و اینکه سعی کرد تصمیم گرفتم خیلی جدی برم سمتش و جدی دنبالش کنم و واقعا اولین آموزش آینده من تغییر داد. خب حالا مژه ها رو هم میتونیم باز دوباره خودتون بکشین، هم مژه هایی که من توی کانال براتون گذاشتم و خیلی راحت وارد کنین. حالا توی دوره آموزش اصلی بهتون آموزش دادم چجوری مژه بکشین، ولی الان میتونین خیلی راحت مژه ها رو وارد کنین، چون موجه کشیدن سخته، شما باید شناخت کاملی با موجه داشته باشین. بر همین تصمیم گرفتم موجه ها رو خودم الگوش رو براتون بکشم و شما وارد کن. سایزم رو تنظیم کردم، میتونیم با این دایره یکم چپ و راستش کنین، اینطوری خیلی راحت تنظیمش کنین سر جای خودش. فکر میکنم یکم باید کشتر باشه. بعد بیا سمت راست‌تر، پایین‌تر. به نظرم الان خوبه، یکم بالاتر خوبه. تیک رو میزنم. باز اگه خواستیم بعدش جا به جاش کنین دوباره، این دوباره جعبه ابزار بشه و ترانسفورم رو بزنید تا بتونین جا به جاش کنین. وارد لایه خط چشمم میشم، خب یه سری سایه ایجاد کنم، به اضافه رو میزنم،
سایز برشم بزرگ میکنم. از برش ای برش هم میتونین استفاده کنین، ولی این برش هم خوبه. اون هر تو ای برش ها رو میتونین برای سایز زدن استفاده کنین، فقط تنها فرقش اینه که این برش سایزش خیلی کوچیک هم میشه، ولی اون دیگه از یه حدی به بعد کوچیکتر نمیشه. این قسمت موجه ها رو هم سایه تیره میخوام بزنم، چون سایه موجه ها رو داریم اینجا. یه رنگ تیره تر مثل این رنگ. حالا بیشتر کار رو انجام دادیم، این لایه رو هم درست کنم، این لایه رو مرج کنم، بعد بریم این لایه رو درست کنم. میتونین از این برش هم استفاده کنین، از این هم میتونین استفاده کنین، هر دوتاش برش خوب و کاربردی، هر دوتاش هم ایر برش هستن. حالا نوبت چیه؟ نوبت نورامونه. نورامونو توی لایه جدید میخوام ایجاد کنم، زیر موجه ها طبیعتا به اضافه رو میزنم. برای نور از این براش استفاده میکنم، چون سایزش خیلی کوچیک میشه، همون هارد ای براش. رنگ برای نور که کلن گفتم بهتون رنگ خیلی روشن رو برمیداریم، سایزش رو تنظیم میکنیم، فلوش رو زیاد میکنیم. بعد اینطوری فلاش رو سد کنین. اصلا خب یک نور درخشان داشته باشیم دیگه، نقش فانتزیه. ولی درک و نورا خیلی باید روشن باشن. حتی این رنگ به نظرم جا داره سفیدتر هم بشه. نه دیگه، از این سفیدتر نمیشه. مثل اینکه یک نور ظریف هم اینجا بندازیم، چند بار میکشم روش که قشنگ سفید بشه. سایز براش هم بزرگ میکنم، یکم فلاش رو کم کنیم، برای این قسمت هم یکم نور بدم. زیاد نکشین این قسمت رو، یعنی خیلی سفیدش نکن. این قسمت هم یکم نور بدیم دیگه. همین. حالا برای نور بعدیمون دوباره از همون برش نقطه‌مون بود که خیلی برش جذابیه، بافت خیلی خوشگلی به همون میده. کوش نهاش اینجاست، دات دو. اینا روی حالت گلو گذاشتیم، بعد سایزش هم حالا تنظیم میکنیم دیگه با توجه کارم. با همون رنگ سفیدمون میخوایم یه سری دوندونای سفید ایجاد کنیم، سایزش رو خیلی بزرگ کنیم. چون ضربه بزنم فکر کنم طبیعی تر به نظر برسه. بازم بزرگتر به نظر من جا داره، وقتی بزرگتر کنین دوندوناش بیشتر دیده میشه. بازم حتی جا داره که میخوام یک سری بزرگ. بزرگ شد دیگه. دوندونش رو زیاد نکشین که غیر طبیعی نباشه. حالا
پاکن رو برمیدارم، برش برشم رو انتخاب میکنم، به برش قبلی برمیگردم، یک سه قسمت ها رو چون لایه‌مون جداست دیگه خیلی راحت، اونه که اومده تو چشم رو پاک میکنیم. به نظرم که تا الان خیلی خوب شد. اینم نقاشی چشممون، امیدوارم ازش لذت برده باشین و امیدوارم که شما هم مثل من نقاش دیجیتال رو دوست داشته باشین، ادامهش بدین، حرفه‌ای بشین توش و بتونین مثل من به درآمدی خوب برسین، به خیلی ها آموزش بدین یا نقاشیاتون توی خونه های خیلی ها باشه و از کاری که بهش علاقه دارین لذت ببرین.